داشتم این مدت به این سوال فکر میکردم که چه زمانی آدم میتونه ادعا کنه که داره بهترین زندگی ممکن رو سپری میکنه؟ وقتی که جوونه؟ یا وقتی که شغل پرپول داره؟ یا خونه بزرگی داره؟ خونواده داره؟ یا بهترین ماشین رو داره؟ یا چی؟ اصلا بیاین فرض کنیم که خدا به ما 70 سال زمان برای زندگی در این دنیا بهمون داده. یعنی مثلا قرار نیست قبل از 70 سالگی شما این دنیا رو ترک کنیم. سوال اینجاست، ما آدما در چه مرحله ای از زندگیمون میتونیم ادعا کنیم که زندگی قرار بهترین حالت ممکن باشه؟ ما آدما معمولا 12 سال از زندگیمون رو توی مدرسه میگذارنیم. آیا بهترین زمان زندگی ما همون زمان مدرسه است؟ یعنی مثلا خوشگذرانی های با دوستامون بهترین زمان زندگیمونن؟ اصلا اگه توی همینجا توقف کنیم و مثلا بگیم که بهترین زمان توی زندگی همین چندین ساله، یعنی در واقع با این حرف ما یه جمعیت کثیری که از این مرحله نمیدونم دبستان دبیرستان رد شدن دیگه هیچ وقت نمیتونن بهترین زندگی ممکن رو تجربه کنن. آره، منظور ما اینه. ضمن این که چرا خیلی از کسایی که مدرسه میرن فکر میکنن که زندگی تازه بعد از مدرسه شروع میشه، یا مثلا زندگی تازه بعد از کنکور شروع میشه؟ حالا اگه فرض کنیم که اصلا بخش زیادی از مردم به دانشگاه میرن، آیا اون چندین سال دانشگاه بهترین سالای زندگی محسوب میشه؟ پس چرا این همه دانشجو دوست دارن که فارغ التحصیل بشن یا کلن دانشگاه میرن که رفته باشن دیگه؟ حالا فرض کنید اصلا بعد از دانشگاه شما دنبال شغلی میگردید و به لطف خدا شغلی پیدا میکنید. حالا سوال اینه، آیا الان بالاخره بهترین سالهای زندگی شروع شد یا نشد؟ پس اگه شروع شد چرا این همه افراد شاغل منتظر بازنشستگی هن و فکر میکنن که قراره بهترین سال زندگیشون رو تازه بعد از بازنشستگی بگذارنن؟ اصلا یه نکته رو توجه کردید؟ به احتمال قوی شما بعد از 60 سالگی دچار یه سری مشکلات مربوط به سلامت میشید، یعنی دوا درمون و بیمارستان رفتن و اینجور قضایا تازه ممکنه وارد زندگیتون بشن. حاضرید برید به اون بازه یا چی؟ اصلا میدونید تا چشم برم بزنیم وقتمون تو این دنیا تموم شده. پس چی شد؟ چرا برای خیلی از ما زندگی همیشه قراره بعد از یه چیزی شروع بشه؟ بعد از کنکور، بعد از سربازی، بعد از تشکیل خانواده، بعد از بازنشستگی، بعد از... اصلا زندگی ما از کی قراره شروع بشه؟ نگو اگه من فلان کشور به دنیا می اومدم الان وضعم اینجوری نبود، اگه من فلان موقعیت رو داشتم الان وضعم اینجوری نبود. نه 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 نه، قطعا من میدونی برای هیچ کس فقر یا شرط بد اقتصادی رو نمیخوام، اما به نظر من پولدار بودن یا حتی توی بهترین امکانات هم زندگی کردن صرفا مهر تایید نمیشه که شما قراره حس کنید الان زندگی بهترین حالت ممکنه. اصلا میدونید بعضی انسان ها خیلی عجیبن، خیلی زود بیشتر میخوان. اصلا ما افراد پولداری رو میشناسیم که از زندگیشون راضی نیستن، افرادی هستن که میتونن ساعتها تفریح کنن اما همچنان انگار یه چیزی کمه. اصلا افرادی که نه کلن کار میکنن نه درس میخونن نه هیچی، باز بعضی از اونها احساس میکنن که یه چیزی کمه. ولی اون چیه؟ اون چیز واقعا چیه که میتونه باعث بشه که ما از همین الان شروع به زندگی واقعی کنیم؟ یعنی فقط محدود به زمان مشخص نباشه، به راحتی تموم نشه، به راحتی بهش عادت نکنیم. خب جواب این سوال به نظر من جوابش وجود هدفه. میدونی ما انسان ها واقعا نیاز به هدف داریم و منظور من فقط یه سری هدفی که توی ذهنمون باشن نیست، ما باید بتونیم به سمت هدفمون حرکت کنیم. یعنی چی؟ یعنی این هدفه که ما رو واقعا باید زنده نگه داره. هدف مثل آب و غذا وجودش ضروریه. بدون هدف ممکنه فقط به چیزی روی بیاره که خودشو سرگرم کنه. این هدفه که میتونه واقعا باعث بشه که آدم احساس کنه داره مفید واقع میشه، داره پیشرفت میکنه.
هدف واقعی میتونه احساس رضایت توی زندگی بیاره. یعنی حتی اگه 21 سالته یا حتی اگه 51 سالته، وقتی که این احساس رو داشته باشی که داری به سمت یک مقصود حرکت میکنی، یعنی هر شب وقتی که داری سرت رو میذاری روی متکا با خود بگی خدا رو شکر امروز اینقدر هرچند کوچیک به سمت هدفم حرکت کردم. میدونی اینجا حرف از احساس آرامش درونه، نه فقط یه لذت زودگذر. یعنی حتی اگه قرار سخت بگذره، که واقعا هم بعضی اوقات قرار سخت بگذره، تو همچنان اون آرامش درون و احساس رضایت رو داری. مثلا مثل یه آتش نشانی که میره توی آتیش، اما وقتی که میخواد بخوابه ممکنه یه احساس خوب که من تونستم به اذن خدا جون یک کسی رو نجات بدم. اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره، هدف ها باید ارزشمند باشن. حالا چجوری اون ارزش رو میشه به هدف داد؟ خب به نظر من هدف وقتی که به منشأ جهان وصل بشه میتونه داره ارزش باشه. یعنی به یک منشأ نامتناهی. یعنی چی؟ یعنی خدا. شما باید هدفتون این باشه یک کاری که از توانتون برمیاد رو نسبت به شرایط خودتون انجام بدید. یعنی اگه اون آتش نشان میتونست تمامی مردم جهان رو از آتش نجات بده، حتما این کار رو میکرد. اما خب در توانش بوده که یک نفر رو نجات بده و این خودش یه برد بزرگه، خیلی هم بزرگه. منظورم اینه که دستاوردها شاید به چشم اونقدران بزرگ نباشن، اما اگه واقعا تمام توان ما همون بوده باشه، خداوند انتظار بیشتری نداره. در واقع دونستن این که از تو فقط انتظار میره که در حد خودت خوب باشی یا به اصطلاح بهترین خودت باشی، نقش عظیم رو توی اون رضایت درونیت بازی میکنه. یعنی باز مثلا اگه واقعا شرط زندگی شما رو مجبور کرده که مثلا 7 ساعت توی یک انباری بار جا به جا کنید، شاید تمام توانتون فعلا اینه که بتونید فقط روزی 2 ساعت به یه پادکست در راسته پیشرفت خودتون برای نزدیک شدن به هدف گوش کنید و آخر شب که میخوابید با خودتون بگید که خب من امروز یه قدم به هدفم نزدیک شدم و توان منم همین بود. میدونید ما باید بتونیم در واقع شرایط زندگی خودمون رو تا میتونیم با هدفمون وقف بدیم. یعنی مثلا شاید 5 ساعت بودن توی اینستاگرام ما رو به هدفمون نزدیک نکنه. یعنی شاید اون لحظه احساس خوبی داشته باشی، ولی در کل نسبت به خودت احساس مثبتی نداری. یعنی اگه از اون 5 ساعت روز نیم ساعت ورزش میکردی، نیم ساعت هم کتاب میخوندی و روزانه یه پله به سمت هدف نزدیکتر میشدی، این میتونست یه احساس مثبت خیلی خیلی خوب با خودش بیاره. یعنی شاید اصلا محو کردن فقر جهانی فعلا در توان شما نباشه، اما شاید فقط اگه یه قسمتی از پولتون رو صدقه بدید باز یه قدم به هدفتون نزدیک شدید. با همین صدقه هفتگی شاید تا آخر عمرتون بتونید حداقل چند نفر رو از فقر نجات بدید. میبینید در حد خودت داری کارتو میکنی، در حد خودت سعی میکنی به هدف نزدیک بشی. شاید نشه حال همه افراد خوب کرد، اما با اون لبخند اولت موقع صحبت کردن با کسی شاید بتونی حال یه نفر رو بهتر کنی. نه با همین توضیحات اصلا میدونستی بخش زیادی از خوشحالی ما وقتی به وجود میاد، وقتی حاصل میشه که بیشتر تشکر کنیم. یعنی از مغزدار، نونوایی، معلم، دوست، خانواده و مهمتر از همه از خدا تشکر کنیم. هر روز از خدا تشکر کن که این زندگی رو داری. آره میدونم بعضی وقتا شرایط واقعا سخته، اما زندگی با داشتن هدف و معنی واقعی و ارزشمند و دونستن اینکه داری به سمت اون هدف حرکت میکنی و اینکه کسی اون بالا هست که حواسش بهت هست، نه تنها بد نیست بلکه به نظر من بهترین زندگی ممکنه. الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم.